حوالی عصر پنجشنبه ششم مرداد، سیلی کم سابقه روستای مزداران فیروزکوه را زیر آب برد. طبق اعلام رسمی، 15 نفر در این سیل جان خود را از دست دادند که تعدادی از آنها مسافر و میهمان بودند. ساکنان منطقه میگویند تنها یک نفر از اهالی مفقود است. تا آخرین ساعت روشنایی روز نهم مرداد، نیروهای امدادی در حال جستجوی پیکر آن یک نفر بودند. اما این عدد تنها مربوط به گمشدگان روستاست و هنوز مشخص نیست مفقودی دیگری از میان مسافران وجود دارد یا نه. چند نفر فوتی داشته کل روستا؟ الان 11 تا جنازه در آوردن. اون مسافرایی که اومده بودن اونا همه جنازه‌شو پیدا کردن. چیزی غریب بود. میگه حالا بعد یکی بعدها مثلا اگرم مسافر برده شما کنار اون نباشه. درودخونه افتاد رفتن. تو مسیر نیستن. آبادی نبود. دو از کمربندی رد میشن. کل اتفاق چقدر طول کشید؟ 10 دقیقه بارون شدید اومد؟ بله، کلاً با سیل و بارندگی جنگ. همه تخلیه کردن رفتن برامین تهران خونه بچه‌هاشون. کلاً یعنی از سکنه رسیدن. کلاً تقریبا شما نمی‌بینید. همه رو خالی کردن، آره. فعلا یه نفر مفقودی؟ اینجا فعلا یه دونه. از خود روستا یا از مسافرام هستن؟ بومی. سیل نزدیک به ساعت 4 عصر پنجشنبه آغاز شد و تنها 10 دقیقه زمان نیاز داشت تا تمام روستا را از بین ببرد. از میان تمام راه آبهایی که در میان کوه وجود داشت، آب به سمت پایین سرازیر می شد. اما یک مسیر، مسیر اصلی سیل بود که جریانی عظیم از خاک، سنگ و آب را با خود به سمت پایین می برد. ساکنان خانه های بالادست به سمت پایین فرار می کردند و آنهایی که نزدیک رودخانه بودند به سمت مناطق مرتفع. اولین خانه هایی که سیل و گل و سنگ روی آنها نشست، درست در دامنه کوه قرار داشتند. اینجا اصلی ترین مسیر، ضربه اول از اینجا شروع شده. از اینجا شروع میشه، از اونجا شاید 500 متر ارتفاع اومده. اینجا 1000 تن گل روی خونه ها خوابیده. خونه ما بود تا داشتیم میساختیمش، کلا نابودش کرد. دوباره اینجا همه خونه بود، ماشین اونیا چه کلا خونه بود، چه خونه های قشنگ باغ بود، خونه بود، همش نابود. اهالی پایینی ها فقط فوت کردن، اینا همه فرار کردن. تو اینایی که الان پایین بودیم، اونا فوت کردن. پدر و پسر و دوستانشون رو. این بالا یه نفر فوت کرد، دایی خانم بنده بود. که سیل رو وقتی میبینه از ترس این حجم گل و خاک ترسیده. سکته میزنه. که هلیکوپتر امداد 3 دفعه اومد. بشینه جایی پیدا نکرد، بشینه جایی پیدا نکرد. فقط اینجا اگه این ده این خطرناکی یه دونه باند هلیکوپتر داشت، یه نفر رو نجات میداد. یک نفر که نتونست، 3 دفعه اومد بشینه، نشست تو گل، بلند شد، اون ور رفت سمت امامزاده بشینه، نتونست، بلند شد. هرچی دست تکون دادیم، هوار زدیم، نمیتونم بشینم. اهالی میگوین غیر از یک پیام هشدار سیل، هشدار تخلیه دیگری به آنها اعلام نشده بود. ما از ورامین هشدار سیل فقط پیامک داشتیم که آقا کنار رودخونه ها نه، نمیدونستیم دیگه میخواد از بالا رو سرمون. همه مردم داشتن فرار میکردن بیان بالا و دیدن از بالا داره میاد. روستای مزداران وسط دره است، نزدیک ریل راهن، رودخانه و یک جاده باریک. ساکنان منطقه روستا را تخلیه کردند و به شهرهای اطراف رفتند. در حسینه نمیدونم چجوری پرتم کردم پشتم با ماشین میاد به پیچه نمیپیچه، فقط همین من جایی که پشتم که بودم خونه جلویش همینجور میومد است. میزدم تو سرم فقط گفتم خدایا واسه یا حضرت عباس واسه روستاهای نزدیک به مزداران آسیب زیادی ندیدند، اما 80% این روستا تخریب شده و عملیات خاکبرداری و برق رسانی هنوز ادامه دارد.